درود میگم به همه شمایی که این ویدیو رو نگاه میکنید. عرفان هستم و با یک ویدیو جالب و مفید دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع این ویدیو رو به قدرت نهفته آب و تأثیرات شگفت انگیز کلام بر زندگی اختصاص دادم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید و حتما تا آخر این ویدیو من رو همراهی کنید. آب یکی از با ارزشترین و تأثیرگذارترین ماده است که بر روی کره زمین وجود داره. آب نقش مهمی رو در سلامتی انسان و موجودات زنده ایفا میکنه و کمبود و یا نبود آن باعث نابودی و پایان زندگی بر روی کره زمین میشه. بعد از اکسیژن آب دومین عنصر مهم در زندگی انسانه، اما انسانهای کمی از رمز و رازهای آب باخبرن. آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که آب از کجا اومده و یا چه کسی آب رو بر روی زمین آورده و یا چه جوری به وجود اومده؟ در مورد پیدایش آب سوال‌های زیادی هستن که شاید فقط خود آب بتونه به همه اونها پاسخ بده. آب نوعی ماده مرکبه که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده و به شکل‌های متفاوتی مثل مایع، جامد، گاز بر روی زمین یافت میشه. در این ویدیو قصد من معرفی آب به شما نیست، بلکه هدف من توضیح چگونگی تأثیرات احساسات ما بر روی ساختار آبه. بالا بودن اهمیت دانستن این موضوع به این دلیله که 70% حجم بدن انسان رو آب تشکیل داده و اگر انسان میتونه توسط احساسات، موسیقی و یا کلام بر روی آب تأثیر مثبت و یا منفی بذاره، پس در نتیجه میتونه از طریق احساسات، موسیقی و کلام بر روی بدن نیز تأثیر مثبت و یا منفی بذاره. آقای دکتر محقق ماسارو اموتو تحقیقات گسترده‌ای درباره تأثیرات کلام، عقاید و احساسات بر روی مولکول‌های آب انجام داده. آزمایشات این شخص بالغ بر 10,000 نمونه هستند و نتایج آزمایشات نشون میدن که کریستال آب با توجه به احساسات و افکار انسان شکل‌های مختلفی پیدا می‌کنه. این دکتر پس از انجام تحقیقات چند ساله خود در این زمینه کتاب پیام آب را نوشت که بعد از آن در این زمینه فیلمی ساخته شد به نام آب همه چیز را می داند. پیامی که در این کتاب و این فیلم وجود داره بسیار ساده است و این پیام به این گونه است که انسان باید در هر لحظه مواظب احساسات و کلامش باشه. این دکتر توانست به همه ثابت کنه که چگونه کلام و احساسات ما ناخواسته شکل آب را تغییر میدن و این تغییر فقط به آب محدود نمیشه، بلکه انسان از طریق کلام و احساساتش بر روی هر چیزی تأثیر مثبت و یا منفی میذاره. این موضوع رو هر کسی میتونه توی خونه‌اش امتحان کنه. چگونگی امتحان کردن قدرت کلام را در یک ویدیو جداگونه توضیح دادم و در این کانال راز موفقیت به شما دوستای گلم ارائه دادم. لینک این ویدیو رو شما میتونید در پایین در قسمت توضیحات پیدا کنید. دکتر اموتو علاوه بر ثابت کردن تأثیرات کلام بر روی آب، تونست تأثیرات مثبت و منفی موسیقی‌های مختلف را بر آب نیز ثابت کنه. در اینجاست که انسان باید از خودش بپرسه که توسط سبک موسیقی هایی که گوش میکنه چه تأثیراتی بر جسم و زندگیش میذاره. زیرا همون گونه که یک نوع موسیقی میتونه بر روی آب تأثیر مثبت یا منفی بذاره، به همون گونه میتونه تأثیر مثبت و یا منفی بر روی جسم انسان بذاره. به همین دلیل که فرکانس های وجود دارن که به فرکانس های شفا معروف شدن، زیرا توسط اونها هارمونی بین سلول های بدن انسان به وجود میاد و رفته رفته باعث بهبود و شفای بیمار میشه. در اینجا با هم میریم قسمت کوتاهی از آزمایشات دکتر اموتو رو که درباره تأثیرات موسیقی بر روی آب هست رو میبینیم.
خب دوستای عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. خیلی از انسان‌ها به دلیل فرو رفتن در مشکلات زندگی و استرس و اضطراب روزانه، کنترلی بر روی افکار، احساسات و کلام خود ندارن و به همین دلیل به صورت ناخواسته تأثیرات منفی بر روی زندگی خود و اطرافیانشون می‌ذارن. سعی و هدف من از ساخت این ویدیو بر این بود که شما رو از تأثیرات منفی احساسات و کلامتون آگاه کنم، با امید اینکه تک تک شما دوستای خوبم از این لحظه به بعد در آگاهی و تسلط کامل بر روی افکار و احساساتتون بتونید زندگی بهتری برای خود و اطرافیانتون برمقام بیارید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و فراموش نکنید که این ویدیو رو در واتساپ و فیسبوک با دوستای خودتون به اشتراک بذارید و خوشحال میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنید. با آرزوی موفقیت و سلامتی و آگاهی برای تک تک شما دوستای خوبم، تا ویدیو بعد، بدرود.